سلام و خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 8 ماه سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. تأکید ایالات متحده آمریکا بر جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه حراس افغانان. من درباره آغاز گفتگوهای میان افغانان فکر میکنم که به صلح و امنیت برای مردم افغانستان بیانجامد تا افغانستان پناهگاهی نباشد که ما از آن تهدید شویم. آغاز روند انتقال مواد انتخاباتی به ولایت ها. روند انتقالات مواد حساس انتخاباتی از دفتر مرکزی به ولایت را امروز 8 سنبله آغاز نمودیم. پایان پنجمین دور جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات در کابل. این جشنواره نسبت به سالهای قبل از لحاظ محتوا بسیار فرق داره. بسیار فیلم های خوب رسیده، کارگردان های بسیار خوب استقبال کردن، خودشان فیلم روان کردن. رویارویی تیم های فوتبال دمیوند اتلان و سیمرغ البرز در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان. با هشدار نخست وزیر پاکستان از پیامدهای حمله احتمالی هند بر کشمیر زیر اداره پاکستان. به شروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از توافق صلح با طالبان 8600 سرباز آمریکایی در افغانستان خواهند ماند. او در گفتگو با رادیو فاکس آمریکا میگوید که ایالات متحده میخواهد تا در افغانستان حضور همیشگی داشته باشد. در همین حال جنرال جوزف دنفورد رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور نمیخواهد تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه حراس افغانان مبدل شود. حسیبه تکپال گزارش میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فاکس نیوز آمریکا گفته است که نیروهای من را در افغانستان به 8600 سرباز کاهش خواهیم داد. ما در آنجا در نبردی نمی جنگیم. ما تنها نقش پلیس را داریم. ما می توانستیم به بسیار زودی در این جنگ پیروز شویم اگر می خواستیم 10 میلیون تن را بکشیم. رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا نیز میگوید که ایالات متحده آمریکا در جستجوی توافقی است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن حراس افغانان مبدل نشود. من درباره آغاز گفتگوهای میان افغانان فکر می کنم که به صلح و امنیت برای مردم افغانستان بیانجامد تا افغانستان پناهگاهی نباشد که ما از آن تهدید شویم. سیستم آمریکا نمیخواهد اما قدر سرمایه‌گذاری که کردن اینجا عسکرشون از بین رفتن، اونا یک میراث بد در افغانستان بانند. در همین حال منابع میگویند که مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان تا ساعت‌های 5 پس از نیمه شب ادامه داشتند. آقای ویل چه خبری خلاص دی؟ یعنی بنیادی تکی خلاص شویدی؟ تنها حقصه چی تایر شویدی به آقای بانی بیاغور کی که البته طالبان اوس هم وای سویل شاهین مونږ ته رسما ویلی چې مونږ اوس هم په حیث اسلامی امارت خبری کوو. از سوی دیگر رئیس شورای عالی صلح هشدار می‌دهد که اگر هیئت مذاکره کننده حکومت هم شمول نباشد، احزاب و جریان‌های سیاسی خود با طالبان گفتگو خواهند کرد. جناب آقای رئیس جمهور، اگر تلاش بری باشد که هیئت مذاکره کننده فقط از ارک تشکیل شوه و طبق خواست ارک جمع جور شده و اسلوب بره، ای بسیار یک حرکت خام است.
منابع نزدیک به طالبان میگویند که این گفته های ترامپ بر مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان اثرگذار بوده است و به روز جمعه آقای خلیلزاد درباره گفته های ترامپ به هیئت طالبان توضیح داده است. منابع میگویند که خلیلزاد به طالبان گفته است که توافق دوحه عملی و نهایی خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات روند انتقال مواد انتخاباتی را به ولایت‌های کشور امروز آغاز کرد. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کار انتقال مواد انتخاباتی از کابل به ولایت‌ها تا 20 روز دیگر به پایان خواهد رسید و پس از آن تا پنجم ماه میزان این مواد از مرکز ولایت‌ها به ولسوالی‌ها و مرکز‌های رایدهی انتقال داده خواهند شد، در حالی که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر تعهد به برگزاری انتخابات شفاف می‌دهند، اما شمار از جریان‌های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار دادند که هرگاه شفافیت انتخابات تضمین نشود انتخابات را تحریم خواهند کرد. مسعود انصار گزارش می‌دهد. نخستین بسته های مواد انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات برای انتقال به ولایت های هرات، فرا و بادغیس آماده می شوند. تا به تاریخ 22 سنبله در سطح ولایت انتقالات ما تکمیل می گردد. دستگاه های شناخت بایومتریک بخش مهم این مواد را می سازند. هنوز ما مشکوک هستیم، نگران هستیم، خدا کنه که کمیسیون و شرکت درامالوگ در مورد ادای مسئولیتشان با توجه به تناقضات جدی که در روز انتخابات ولسی جرگه داشتیم این پروسه شفاف باشه. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری یک انتخابات شفاف سخن میزند، اما شماری از دسته های انتخاباتی هشدار میدهند که این بار جلو تقلب را خواهند گرفت. یک اشتباه کوچک در این انتخابات ما را به طرف یک فاجعه بزرگ راهنمایی خواهد کرد. هنوزم رفقای رای های گوسفندی سال 2014 امسال گوسفند را به گاو تبدیل کرده، ای غافل است، ای گاو هم نمیتونه ای را امسال از پیش مردم ما کامیاب کنه. قرار است تا روز چهارم ماه میزان پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری ادامه یابند. با روز پنجم ماه میزان مواد انتخاباتی به تمامی مرکزهای رایدهی انتقال یابند و بر روز ششم ماه میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. از سوی دیگر در ادامه پیکارهای انتخاباتی شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز گرد همایی ها و نشست های برگزار کردند. بیشتر این نامزدان افزون بر تعهد به آوردن اصلاحات و راه اندازی برنامه های توسعه‌ای در کشور حکومت کنونی را ناکام می دانند. در این گزارش به چگونگی پیکارهای انتخاباتی امروز احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف فدرام و عبدالله عبدالله پرداخته شده. با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات، پیکارهای انتخاباتی نیز نسبت به روزهای نخست پررنگ‌تر می‌شوند. احمد ولی مسعود یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که در میان شماری از باشندگان غرب کابل سخنرانی می‌کرد، رهبران حکومت وحدت ملی را به بی‌برنامگی متهم می‌سازد. اگر دیدیم که نمی‌تونن که تضمین شفافیت انتخابات بکنن، یک جای کل ما با یک صدا تحریم میکنیم و هیچ کس نمیگذاریم که در واقع بیاید در محله ما و شما یک صندوق جعل بذاره و صندوق با صندوق جعل سرنوشت ما و شما را قمار بزنه. از سوی دیگر شماری از اعضای جمعیت اسلامی در کابل پشتیبانیشان را از دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل اعلام کردند. در این نشست آقای نبیل میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی برای منافع شخصی و موقفهایشان آبروی مردم افغانستان را به حراج گذاشتند. حرکات ناسنجیده، خودخواهانه، انحصارگرایانه، بیباکانه در بسیاری موارد ما در ورطه هلاکت قرار داریم. در بسیاری موارد ما کشور و ملت شدیم که به طرف ناکامی میریم. سید نورالله جلیلی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری در حالی که برای بهبود اوضاع کشور به مردم وعده می سپارد، رهبران حکومت وحدت ملی را در روند گفتگوهای صلح به عوام فریبی متهم می سازد. مادر وطن امارت را می پذیرد، اما یک چیز را به صورت قطع نمی پذیرد،
که معامله بر سر سرنوشت باشندگان شهر کابل، معامله بر سرنوشت باشنده های شهرهای افغانستان، چور و چپاول شهرها، فروپاشی شهرها و وارد شدن مسلحانه طالبان در دسته دسته و با سلاح‌ها وارد شهرها. در ادامه این پیکارها، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان پشتیبانیش را از دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله اعلام کرد. ما ادامه جنگ به خاطر چوکی خود و به قیمت خون فرزندان کشور خواستار نیستیم. خلاص ختم. در این میان شهروندان کشور از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهند که پس از روند انتخابات وعده‌هایشان را فراموش ننمایند و برای بهبود اوضاع کشور صادقانه بکوشند. روزنامه اطلاعات روز به علت تهیه یک گزارش درباره وجود فساد در پیمان ترمیم جنراتورهای تولید برق در وزارت دفاع ملی به لوی سارنوالی معرفی شده. مدیر مسئول این روزنامه میگوید که این گزارش بر بنیاد سندهای شرکت ترمیم کننده این جنراتورها تهیه شده، اما به گفته او کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ها بیان که این سندها را بررسی کند این روزنامه را به لوی سارنوالی معرفی کرده. خبرنگاران این کار کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ها را نکوهش می کنند و این کار را گونه از آوردن فشار بر رسانه ها از بهر پنهان ماندن فساد در حکومت می دانند. گرابودین غبار گزارش می دهد. روزنامه اطلاعات روز به روز یکشنبه هفته گذشته در یک گزارش پژوهشیش از وجود فساد و ابهام در یک پیمان برای ترمیم جنراتورهای وزارت دفاع ملی پرده برداشت. اما پس از پخش این گزارش، کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها این روزنامه را به لوی سارنوالی معرفی کرده است. بررسی گزارش نشان میده که برخلاف آنچه که ما شفافیت در تدارکات و پروسه های تدارکاتی در دولت میبینیم، در این قرارداد هیچ شفافیتی حداقل وجود ندارد. در این گزارش آمده است که شرکت پیمانکار برای خریداری افزارها و ترمیمی هر جنراتور بیش از 1,299,000 افغانی قیمت گذاشته است، در حالی که بهای همین جنراتور در بازار کابل 560,000 افغانی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که هزینه خریداری افزارها و ترمیم گونه دیگری از جنراتورهای این وزارت بیش از 2,300,000 تعیین شده است که این جنراتورها در بازار کابل بیش از 1,100,000 افغانی بها دارند. و این در کل فشاری از بالای رسانه ها به خاطر اینکه زیاد دنبال حقیقت نگردند و در جستجوی حقایق نباشند. لوی سارنوالی نیز این خبر را تایید می کند، اما می گوید که این نامه تا کنون به گونه رسمی به این نهاد نرسیده است. در نامه این کمیسیون آمده است که روزنامه اطلاعات روز بر بنیاد کپی سندها گزارش تهیه کرده است و خبرنگار با منابع رسمی و اهل خبره گفتگو نکرده است. اما مدیر مسئول این رسانه می گوید که این کمیسیون از روزنامه اطلاعات روز هیچ سندی تقاضا نکرده است. کمیسیون در جلسه دومی خود تصمیم به این گرفت که در روزنامه اطلاعات روز علاوه به تخطی های رسانه‌ای موضوعات جرمی هم است که بررسی از اون موضوعات صلاحیت کمیسیون مطابق قانون بالاتر بود و مراجع عدلی و قضایی باید معرفی می شد. اسناد به اندازه کافی که در نتیجه او بررسی حداقل کمیسیون به یک فیصله برسه و این گزارش به نحو تخطی بشماره، اینمی بررسی به اندازه کافی صورت نگرفته، به دلیل اینکه هیچ سندی از اطلاعات روز حداقل برای بررسی خواسته نشد در کمیسیون. مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز میگوید که تمامی سندها را درباره این گزارش در دست دارد، اما کشیدن روزنامه اطلاعات روز را به لوی سارنوالی گونه ای از فشار بر این روزنامه میداند. روزنامه اطلاعات روز از روزنامه های پیشتاز چاپ کابل است که بیشتر دست به افشاگری از فساد زده است. در پنجمین دور جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات، فیلم هندی آواز عقرب ها 5 تندیس این جشنواره را به دست آورد. چند فیلم و فیلمساز از روسیه، ایران، چلی، هند و افغانستان نیز در این جشنواره جایزه گرفتند. در بخش مستند بین المللی کارگردان مستند هزار زن چون من جایزه بهترین را به دست آورده. نبیله اشرفی گزارش می دهد. We'll be right back.
جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات پس از 4 روز نمایش و داوری برندگان جایزه های این جشنواره را اعلام کرد. آواز عقرب ها ساخت یک فیلمساز هندی بیشترین جایزه این جشنواره را به دست آورد. خیال راحت بدونن این صرفاً نتیجه بحث‌ها و گفتگوهای ما بود و دید کارشناسی و سلیقه‌ای هیئت داوران. جایزه بهترین بازیگر زن که چون اسمشو و یادشو به خوبی میتونم به زبون بیارم، گلشیفته فراهانی. آواز عقرب ها بهترین فیلم در میان فیلم ها بود. به همین علت 5 جایزه را گرفت. سینما مرز نمیشناسد. برای ما سخت بود که چنین انتخابی کنیم. جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات نخستین جشنواره بین المللی فیلم در منطقه است که برای بازتاب پهلوهای گوناگون زندگی زنان از پرده سینما رواندازی شده است. این جشنواره نسبت به سالهای قبل از لحاظ محتوا بسیار فرق داره. بسیار فیلم های خوب رسیده، کارگردان های بسیار خوب استقبال کردن، خودشان فیلم روان کردن. در 5مین دور جشنواره فیلم زنان هرات 47 فیلم از 30 کشور برای رقابت برگزیده شده بودند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش آماده پاسخ به حمله احتمالی هند بر کشمیر زیر اداره پاکستان است. عمران خان میگوید که اگر جامعه جهانی درباره کشمیر اقدام نکند، پیامدهای بد آن دامنگیر کل جهان خواهد شد. در همین حال، وزارت خارجه هند پاکستان را به پشتیبانی از گروه‌های هراس افغان در بخش‌های مرزی این کشور متهم ساخته. در ادامه تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد، نخست وزیر پاکستان هشدار می‌دهد که اگر جامعه جهانی از مردم کشمیر پشتیبانی نکند، اثرهای بد آن به تمام جهان خواهد رسید. اگر هند به کشمیر زیر اداره پاکستان حمله کند، می‌خواهم به نریندرا مودی روشن بسازم که پرتاب هر خشت با سنگ جواب داده خواهد شد. پنیرهای نظامی ما در این زمینه آماده پاسخ دادن است. از سوی دیگر هند پاکستان را به پشتیبانی از گروه های هراس افغان در بخش های مرزی میان دو کشور متهم می کند. وزارت خارجه هند می گوید که پاکستان می خواهد با پشتیبانی از گروه های هراس افغان آنان را وارد خاک هند بسازد. اطلاعات را که ما دریافتیم نشان می دهد که پاکستان می کشد به هراس افغانان کمک کند تا آنان از بخش های مرزی خاک هند نفوذ کنند. خواست ما و جامعه جهانی این است که پاکستان سرسختانه درباره گروه های هراس افغان و سازمان ها گام های بردارد تا این گروه ها نتوانند از مرز عبور کنند. تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد پس از آن افزایش یافتند که پارلمان هند 2 ماده قانون اساسی این کشور را ملغا ساخت که بر بنیاد آن خودمختاری ایالت جموع و کشمیر از این منطقه گرفته شد. این کار هند با مخالفت‌های پاکستان روبرو شده است و اعتراض‌های را نیز برانگیخته است. چند گزارش کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایجاد فرماندهی جنگی فضایی خبر می‌دهد. مقام‌های آمریکایی گفتند که مرکز فرماندهی فضایی از بحر حفاظت از حریم هوایی آمریکا ایجاد می‌شود. این در حالی است که پیشرفت‌های چین و روسیه در این زمینه نگرانی مقام‌های نظامی آمریکا را برانگیخته است. دانشمندان میگویند که جمجمه ای را کشف کردند که متعلق به بیش از 300 میلیون و 800 هزار سال پیش است. دانشمندان این جمجمه را 2 سال پیش در منطقه افر ایتوپیا پیدا کرده بودند. 3 فضانورد که از روسیه، آمریکا و امارات متحده عرب هستند، یک ماموریت آزمایشی فضایی را در مسکو انجام دادند. قرار است که این فضانوردان به روز 25 ماه سپتامبر به فضا سفر کنند. ادامه خبرها لحظات بعد.
ادامه خبرها. پس از آتش سوزی در جاده نادر پشتون، شمار از دکانداران بازارهای از زرنگار و خیرخواه از ناگزیری به دست فروشی رو آوردند. آنان میگویند که تاکنون اجازه از سرگرفتن کار را در دکانهایشان نیافتند. در همین حال دکانداران سه بازار دیگر که در همین رویداد آتش سوزی و در همین محل این بازارها آتش گرفته بودند، کارهایشان را از سر گرفتند. حیدر شاه امید گزارش میدهد. پارسال حکومت از بهر هانچه که جلوگیری از بازسازی غیرمیاری مارکت خیرخواه که یک ملکیت دولتی است و نیز ساخت یک کمپلکس میاری در اینجا گفته شد، این راه را بست. اما بستن این راه که تنها راه مارکت خیرخواه نیست، مانع کاروبار 150 دکان در مارکت زرنگار نیز شده است. اگر فرمان رئیس جمهور است که بیا سنگ از ملکیت شخصی مردم بان، خب وزارت مالیه به ما فرمان بکشد طبق قانون معامل می. فرید یکی از دکانداران مارکت زرنگار که اکنون دست فروشی میکند، میگوید که روزانه 300 افغانی درآمد دارد، اما بیش از 10 ماه پیش تنها روزمزد دو کارگرش 400 افغانی بود. اگر 8 لک یا 7 لک افغانی از بردم قزار موندیم، به خاطر از اینکه در خانه قزارا پیش سر ما میان که گرفت دکان پیسه ما را برده، چه شد یادم تضرر شد دو پاش چطور شد اینجا اومدیم یک کراچی استاد کردیم. دکانداران و مارکت های زرنگار و خیرخواه حکومت را به برخورد دوگانه متهم می سازند و می گویند که بسیه مارکت دیگر که آتش گرفته بودند، اجازه از سرگیری کارهایشان داده شده است. یک جای جایداد ملکیت شخصی تومه حریق می شود، هر حادثه طبیعی بر روز اتفاق می افتد، حکومت ها سعی می کنند که بر از اونها سهولت های ایجاد بکنند که سکتور خصوصی پس سرپای ساچند، مثل قرض های طویل المدت بدون بهره، مثل معافیت های طویل المدت از مالیات و این نوع چیزها، که یعنی پس تجار و کسب و کار روی پای خود بیسته. ولی متاسفانه اینجا ما جایی که ما می خواهیم با پول شخصی خود از جیب خود می کسب و کار می خواهیم باز دوباره احیا بکنم میکاره، دولت برای ما موانع ایجاد میکنه. وزارت مالیه میگوید که مسئولیت ریاست املاک و ملکیت های دولتی از این وزارت به وزارت شهرسازی و اراضی انتقال یافته است، اما وزارت شهرسازی و اراضی در این باره دیدگاه به دست نمیدهد. مرور بر خبرهای ورزشی هم بعدتر. در هفته دوم و دیدار سوم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، بازی میان تیم‌های دیمیوند اتلان و سیمرغ البرز امین خال جریان دارد. این در حال است که در دومین دیدار مرحله گروهی تیم شاهین آسمایی شب گذشته توانست با نتیجه 2-1 تیم دسپینغر بازان را شکست بدهد و جواز حضور در دور بعد این پیکارها را به دست بیاورد. این پیکارها از تلویزیون‌های طلوع و المر و همچنان رادیوهای آرمان و ارکوزیا به گونه زنده پخش می شود. رقابت‌های گزینشی تیم منتخبی کانفوتوای شهر کابل در بخش نونهالان با قهرمانی کلپ جهاد خالقیار به پایان رسید و در کتگوری نوجوانان و جوانان باشگاه ورزشی جهاد جاوید به مقام قهرمانی دست یافت. در پایان این پیکارها 46 چهره برتر جواز حضور به تیم منتخبی شهر کابل را به دست آوردند. قرار است که مسابقات انتخابی تیم‌های ملی در این کاتگوری‌ها در ماه‌های آینده توسط فدراسیون این رشته ورزشی برگزار گردد. فندک مدافع هلندی به عنوان بهترین بازیکن اروپا انتخاب شد. مدافع هلندی و با تجربه لیورپول فصل فوق‌العاده‌ای را سپری کرد و در نهایت موفق شد بالاتر از ستاره‌های مانند لیونل میسی و کریستیانو رونالدو عنوان برترین بازیکن سال اروپا را از آن خود کند. لیونل میسی مهاجم آرژانتینی بارسلونا به عنوان برترین مهاجم فصل قبل لیگ قهرمانان انتخاب شد. فرانک دیونگ هافک جوان و سابق آژاکس و فیلی بارسلونا به عنوان برترین هافک فصل قبل لیگ قهرمانان انتخاب شد. فندایاک مدافع هلندی لیورپول به عنوان برترین مدافع فصل لیگ قهرمانان نیز انتخاب شد. الیوسن بکر دروازه‌بان برزیلی لیورپول همچنان به عنوان بهترین دروازه‌بان فصل انتخاب شد. با توجه به خبرهای این ساعت تشکر، خدا نگهدار.